تحریم‌های همه جانبه آمریکا علیه ایران آغاز شده. آیا ایران می‌تواند آنها را دور بزند؟ با کمک چه کسانی و چگونه؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. حسن روحانی میگوید این بار با افتخار تحریم ها را دور میزنیم. اشاره به این که دولت های همپیمان ایران در برجام حالا از این کشور برای دور زدن تحریم ها به نوعی حمایت میکنند. شیوه هایی که اروپایی ها پیشنهاد میکنند، چینی ها، روس ها یا حتی مثلا هندی ها، همه به یک راه حل کلی میرسند. اینکه باید روشی پیدا شود تا همونطور که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید دلار را از مبادلات حذف کنند. از جمله اینها سازوکار پیشنهادی اروپایی هاست شیوهی موسوم به SPV برای مبادلات با یورو به جای دلار. در مورد 8 کشوری که فعلا 6 ماهی از تحریم ها معاف شدند، به جای دلار به ایران پول های دیگری میدهند. مثلا هندی ها روپیه میپردازند و آن را در یک حساب نگه میدارند، حسابی که بعد دولت ایران میتواند از آن برای خریدهایش از هند بهره بگیرد. چیزی شبیه نفت در برابر غذا. کار به جایی رسیده که حتی بحث ارزهای اینترنتی مثل بیت کوین هم مطرح شده که البته در این مرحله هنوز در حد صحبت است. همه اینها تا کجا برای ایران جهت دور زدن تحریم ها کارایی دارد؟ چه کشورها، شرکت ها و افرادی این بار برای دور زدن تحریم این پروژه پولساز برنامه ریزی کردند؟ چقدر نقش ها نسبت به دور پیشین تحریم ها جابجا شده؟ در این برنامه 3 مهمان داریم. طارق فرهادی کارشناس اقتصادی از ژنو با ماست، آرش آذرمی کارشناس اقتصاد سیاسی از ازمیر ترکیه و فرهاد علوی کارشناس حقوقی بانکی و مالی از واشنگتن. خوش آمد میگم به عرصه آقایون. آقای علوی، شما به طور مشخص در مورد این تحریم ها تحقیقات زیادی کردید. ایران چقدر میتونه موفق باشه این دور زدن تحریم ها؟ به نظر میاد که اسمشو نمیشه گفت موفقیت. در واقع تا حدی میتونه به اصطلاح سیستم و اقتصادشو دووم بیاره به با توجه به این جایگزین ها و راهبردهای دیگر. منتها نکته‌ای که مهم هستش اینی که حالا چه این وسیله‌های سازوکارهای جدیدی که اتحادیه اروپا پیشنهاد داده یا چه به اصطلاح امکانات وسیله‌های غیره بخوان به کار ببرن، هیچ کدوم از اینا جایگزین دریافت نفت در واقع نفت از فروش نفت نخواهد شد و در واقع جایگزین دقیقی و برابر با اون چیزی که سابقا بود نخواهد بود. در نتیجه در واقع یه چیز خیلی به اصطلاح ساده تریه و با درآمد قطعا کمتر و امکانات محدودتر برای کسب اجناس و خدمات. ممکنه یه مقدار شما بازتر برای ما بگید که راههایی که وجود دارن چی هستن؟ چون الان این نگرانی هست، یک نماینده مجلس گفته که راههایی که در دوره پیشین استفاده میشد، اسم ها و شرکت ها و نهادها همه الان در فهرست جدید تحریم ها اومده، یعنی اون راه ها لو رفته به نوعی. چه راههایی هست؟ ببینید در سابق اینا راههای مختلفی رو طی کردن، کما اینکه خب از استفاده از فرانت و به اصطلاح نهادهای دیگر از کشورهای ثالث، از استفاده اشخاص به اصطلاح متعلق به کشورهای ثالث هم استفاده کردن، یا ایرانی هایی که به اصطلاح مقیم خارج از ایران بودن. منتها این روندها دیگه الان دیگه به نوعی کشف شده هستن و به اصطلاح سیستم های کامپلاینس در واقع تطبیق به قوانین بین الملل یک کمی بین شرکت های در سراسر دنیا حتی بیرون از آمریکا خیلی به اصطلاح پیچیده تر و پیشرفته تر شدن. در نتیجه آیا اینکه در چنین کاری بتونن موفق باشن بعید میدونم. قطعا این حرکت دیروز باعث نمیشه که کاملا به اصطلاح انتقال اجناس و خدمات به ایران قطع بشه، اون خب خیلی طبیعیه. منتها نکته ای که هست اینه که با چه هزینه و چه جوری ایران در واقع و چقدر طول خواهد کشه و به اصطلاح هزینه معاملات هم چقدر خواهد بود. قطعا درآمد نفتی ایران خیلی پایین تر خواهد رفت و خب اینم خودش یه چالشیه. درسته. آقای ظریف میگه تنها راه اینه که مبادلات رو به نوعی انجام بدیم که دلار حذف بشه. آیا برای هیچ کشوری در حال حاضر در دنیا ممکن هست که کاری بکنه که دلار رو از مبادلاتش حذف بکنه به طور کلی؟ ببینید خب در شرایط جدیدی که بعد از روی کار اومدن آقای ترامپ در اقتصاد جهانی در واقع به وجود اومد،
و اون جنگ تجاری که به راه افتاد، بسیاری از کشورها اون سلطه مالی آمریکا و سلطه مالی دلار در سیستم بانکی دنیا رو سعی کردن به چالش بکشن، از جمله در واقع پیمان‌های ارزی دو جانبه بین کشورها، بین چین و روسیه به طور خاص میشه بهش اشاره کرد که سعی میکنن اجرایی بکنن و با ارز ملی مبادله بکنن. اما تمام اینها با توجه به حاکمیت حدود 3 یا 14 هی سیستم دلار و در واقع سیستم آمریکایی بر سیستم بانکی دنیا فعلا در حد تئوریست، منتها الان با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی جهان میتونه سرفصل و شروع دوره یک باشه که در واقع اون سیطره سیستم بانکی آمریکا و دلار بر اقتصاد جهان این به چالش کشیده بشه، منتها فعلا همه اینها در حد تئوریست و ممکنه اجرای شدن چند سال طول بکشه. و آقای فرهادی، این راه حلی که اروپایی‌ها سازوکاری که پیشنهاد کردند SPV چقدر الان در این مرحله شدنی هست؟ برای ایران چقدر این کاربردیه؟ خب SPV یک چیز است که در آینده امکان دارد که به وجود بیاید و در اروپا مخصوصا وزیر دارایی فرانسه آقای برونو لومر چند باری گفته است که به حیث یک پرنسیب بهتر است که یورو هم یک پولی باشد که داد و ستد همراه شده بتواند و بدون اینکه دلار استفاده شود. فعلا معاملات بانکی از رای سویفت صورت میگیرند و سویفت الان یک تعداد زیاد بانک های ایران را حذف کرد. پس اگر SPV Special Purpose Vehicle تقریبا باید است که جایگاه سویفت رو بگیرد، این درست. کاری است که در وقت کوتاه نمی شود و باید یکی از کشورها قبول کند که SPV در اونجا در بانک مرکزیش جاگزین شود. این یک پروسه هست که وقت زیاد می گیرد، بیشتر از ماه‌ها. بنابراین در حال حاضر به کار ایران نمیاد. من میخوام از شما یه سوال دیگه بکنم از اون طرف قضیه. به هر حال اروپایی ها هم خیلی چشم امید داشتن به اینکه بعد از برجام بتونن در ایران سرمایه گذاری بکنن و استفاده مالی ببرند. آیا برای اونها الان در این مرحله نمیصرفه که خیلی سریعتر این سیستم ها رو، سیستم های جایگزین رو راه اندازی بکنن، به خاطر اینکه میدونیم به هر حال اونها هم دچار یک جنگ مالی با آمریکا هستن، همونطور که آقای زرمی اشاره کردن؟ بله البته میتونن. اروپایی ها، حکومت های اروپایی میخواهند با ایران تجارت داشته باشند، ولی کمپانی های اروپایی یک ریسک را میگیرند که اگر تجارت کنند با ایران، چون که بعدا در آمریکا باید که هزینه ها یه هنگفتی بپردازند مثل که بار گذشته شده بود و میلیارد دلار. پس اینها تصمیم گرفتن که پرونده ایران رو، کمپانی های بزرگ اروپایی مثلا پژو یا مثلا توتال، اینها تصمیم گرفتن که پرونده ایران رو فعلا ببندن. این معنایی نیست که برای همیشه، ولی تا وقتی که این حالت تحریم دوام دارد، این شاید یک سال را بگیرد، شاید دو سال را بگیرد. منتظر باشد که در آمریکا رئیس جمهور آینده بیاید، منتظر باشند که امروز انتخابات در آمریکا چگونه کنگرسی رو در میارد و همه این فاکتورها سبب می شود که تصامیم جدیدی در این باره گرفته شود. ولی فعلا کمپانی های بزرگ پرونده رو بستن، حکومتشان می خواهد که تجارت بشه، ولی هیچ کمپانی رو نمی تونند که بگن که تو باید تجارت کنی، ولی که تو کمپانی میگیره. آقای آزرمی، شما اشاره کردید به اینکه چین و هند با هم دیگه یک سری توافقات دارن برای اینکه بتونن آمریکا رو به نوعی دور بزنن. چین و هند برای ایران چه میتونن بکنن؟ البته چین و روسیه رو، چین و روسیه ببخشید. ولی دقیقاً این سه کشور که فرمودید شما، چین، روسیه و هند، هم نقش استراتژیکی دارن. در دوره قبل تحریم ها هم ما دیدیم که حداقل در برابر اون برنامه‌ای که نفت در برابر یه سری کالاهای اساسی معاف از تحریم بود، هم هند و هم چین نقش عمده‌ای داشتن. روسیه نقش ویژه‌ای این دوره داره، چون همین امروز در واقع موعدی هست که کنگره به رئیس جمهور
آمریکا در واقع مجوز رو داده که بتونه روسیه رو تحریم بکنه به دلیل در واقع سلاح‌های بیولوژیک و سلاح‌های شیمیایی، اگر که در واقع به اون منع گسترش این سلاح‌ها این حوزه نپیونده. تحریم روسیه در حوزه مالی و نفتی که صحبتش هست، حالا مشخص نیست آقای ترامپ با توجه به اینکه تازه ایران رو تحریم کرده آیا اون ریسک رو هم میپذیره یا نه، میتونه ایران و روسیه رو به هم نزدیک بکنه، کما اینکه صحبتش هم شده. ما اخباری رو داشتیم در رابطه با فروش نفت ایران به در واقع روسیه و استفاده از اون در پالایشگاه‌های روسیه و باز صادرات اون در واقع از اون کانال، و اینکه بانک‌های ایران و روسیه بیان و بعد یه سیستم غیر از سویفت که در واقع در روسیه دیولپ هم شده و یه سیستم ملی هست فعلا و بانک‌های بین‌المللی باهاش کار نمی‌کنن، بیاد و بانک‌های ایرانی به اون وصل بشن، بر اون بستر مبادله بکنن. اما در رابطه با چین و هند عمدتاً در واقع همون کانال پول نفت در برابر صادرات کالاهایی که خارج از حوزه در واقع تحریم هستن احتمالاً این اتفاق خواهد. در مورد هر کدوم از این سه کشور به طور مشخص من میخوام بدونم، در مورد روسیه گفتید که در مورد نفت میتونن همکاری هایی داشته باشن، نفت اون وقت در برابر چی؟ ایران قرار هست از روسیه چی بگیره؟ آیا هر چیزی میتونه از روسیه بگیره یا کالاهای مشخص؟ ببینید، منوط به این هست که این تحریم هایی که آمریکا میخواد بر علیه روسیه اعمال بکنه آیا عملی میشه یا نه، و چقدر در واقع اون توافقی که آمریکا و روسیه خواهند کرد در این حوزه در رابطه با فشار به ایران به چه صورت خواهد بود. به نظر میاد عمده کشورها این ریسک رو نپذیرند و به خصوص بخش خصوصی و شرکت هایی که در واقع فعال هستند که بیان در حوزه هایی که تحریم وجود داره روی صنعت ایران بیان و همکاری بکنن، مثلا در رابطه با صادرات کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای در واقع واسطه‌ای که مورد نیاز هست در صنایع مثل پتروشیمی، خودروسازی. اینها ریسک بزرگی داره و شاید کانال‌های رسمی این کار رو نکنن، حتی خود روسیه. در رابطه با چین و هند هم در واقع تجربه نشون داده در دوره قبل و صحبت‌هایی که هست در واقع این هست که همون سیستم باشه. من خودم شخصا چون در دوره قبل این تجربه رو به صورت شخصی داشتم که در رابطه با حوزه هند سفری به اونجا داشتیم در شرکت بازرگانی که مشغول بودم، در واقع کاملا منوط بود به حوزه خوراکی و دارو، مواد غذایی و دارو، و اون هم در واقع هر شرکت و هر شخصی نمیتونست از اون استفاده بکنه. مکانیزم بسیار پیچیده، یک بانک در واقع دولتی هندی این رو میخواست برآورد بکنه و بسیار کار پیچیده بود و نهایتا هم شاید از اون 7 میلیارد دلاری که پول در بانک‌های هندی بود در واقع 2 یا 3 میلیارد دلارش به کالا و عمدتاً برنج و شکر تبدیل شد و به این آمد. آقای علوی، یه بحثی رو این روزها ما میشنویم به خصوص از کانال‌هایی که مربوط به روسیه است در مورد کریپتوکارنسی و اینکه چقدر ممکن است این به کار دور زدن تحریم‌ها بیاد. چقدر شدنی هست؟ آیا واقعاً میشه از مثلا بیت کوین برای دور زدن تحریم استفاده کرد؟ ببینید، بیت کوین هم خب و کریپتوکارنسی ها خب یه روندی هستن که خب بعضی هم صحبت شده که استفاده بشه به عنوان یه وسیله جایگزین برای استفاده دلار و ارزهای بزرگ دنیا. منتها الان این وسیله خیلی تحت به اصطلاح نظارت و به اصطلاح سوال و از طرف به اصطلاح ابرقدرت ها و به خصوص کشورهای مانند اتحادیه اروپا و آمریکا. خودش هم چالش‌های خودش رو طبیعتاً داره، چون هنوز اون به اصطلاح رواجی که باید داشته باشن نداره و سوال اینجاست که آیا واقعاً این یه روش به اصطلاح خیلی واقع بینانه ایه یا خیر. به نظر میاد در حال حاضر در سال 2018 هنوز این رواج پیدا نکرده و قطعاً به مرور زمان کریپتوکارنسی بیشتر تحت مقررات و قوانین بومی خواهند بود در هر کجای دنیا که استفاده بشه. خب با این حساب ببینید، ما دائم داریم راجع به این صحبت میکنیم که ایران به هر حال به نوع این تحریم ها رو دور میزنه، حالا اینکه چقدر پول دستش میاد، حتما میزان کمتری پول دستش میاد، اینکه چه مشکلاتی خواهد داشت سر راه به هر حال فروش نفتش، گرفتن پولش، اینا همه مطرح هست. اما این راهکارها چقدر در واقع میتونه به ایران راه نفس بده؟ این دو سالی که صحبتش هست تا پایان ریاست جمهوری آقای ترامپ، آیا میتونه ایران دووم بیاره به این شکل یا نه فضا اونقدر بسته هست که به ایران راه نفس نمیده به اندازه کافی؟ بستگی داره که دووم رو به چجوری تعریف کنید. اگه منظورتون به اصطلاح کسب تجهیزات پزشکی یا داروی مواد غذایی هست که خب قطعا وسیله‌ای هست، همونطور که فرموده شد
که کشورهای مانند چین و هند با پولای به اصطلاح در واقع پرداخت خرید نفتشون از ایران بتونن یه سری پولای ذخایر نگه دارن واسه خریدای ایران از اون کشورها، کما اینکه خب خود دولت آمریکا هم این وسیله ها رو به اصطلاح حفظ کرده تا حد، یعنی قوانین رو عوض نکرده، هنوز اینطور مواد اجناس تحت معافیت قرار میگیره. سوال اینجاست که ولی خب طبیعتاً نیاز کشوری مانند ایران خب خیلی بیشتر، الان ایران نیاز به سرمایه گذاری شدید داره در صنایع نفت و گاز که قطعاً بخش اعظم شرکت ها به خصوص حتی در کشورهای مانند روسیه و هند کنارگیری خواهند کرد. و موضوع اینجاست که اولاً دومن که اصلا اینی که آقای ترامپ بخواد انتخابات بعدی ببازه یا موفق بشه هنوزم خودش سواله، حالا یعنی در واقع بس دو سال آینده الزاماً نیست. بله ممکن است 6 سال باشه. بله طبعا ببینید یه نکته که خیلی مهم هست اینجا، حالا درسته که برجام به اصطلاح تحت حمایت آقای اوباما به وجود اومد، منتها کلا تحریم و تحریم ایران به ویژه از محدود نکته هایی هست در فضای سیاسی آمریکا که تقریبا یه توافق نظر هست بین دو تا حزب، یعنی در واقع با اومدن یه رئیس جمهور دموکرات هم هیچی تضمینی نیست، در واقع اون دولت بعدی هم ممکنه خیلی مایل نباشه که با وضعیت موجود شرایط روابط ایران رو به اصطلاح عوض کنه. همین که مطمئنن این جایگزین ها و این روند ها خیلی موفقیتشون گفتم تضمینی نیستش و هیچ کدوم از اینا در واقع جایگزین روابط باز و روابط مثبت و فضای باز نخواهند بود. آیا آذرمی شما در ترکیه هستید، در دور پیشین تحریم ها ترکیه یک نقش کلیدی داشت در دور زدن تحریم ها، اسامی خیلی معروفی ما شنیدیم از جمله مثلا رضا زراب، آیا این دوره هم ترکیه چنین نقشی داره با توجه به اینکه میدونیم به هر حال تجارت پرسودی هست دور زدن تحریم ها برای هر کشوری که بخواد درگیرش باشه، و از طرف دیگه به هر حال ترکیه هم مشکلات مالی خودش رو داره این روزها؟ دقیقاً اگر ما بخوایم به دو بخش رسمی و غیر رسمی در واقع این مبادلات بین ایران و ترکیه رو نگاه کنیم، آمار رسمی نشون میده که 2011 که اوج تحریم ها بود در واقع میزان مبادلات ایران و ترکیه به حدود 22 میلیارد دلار رسید که جالب هست که این در 2017 و پس از برجام به 11 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، یعنی تقریباً نصف شده. خب این اون کانال رسمی بود که در واقع در اون دوران مورد استفاده قرار گرفت. کانال غیر رسمی هم همونطور که شما اشاره کردید در واقع اسمهای مانند بابک زنجانی، رضا زراب، بانک‌های دولتی ترکیه، حتی هالک بانک که 37 میلیارد دلار جریمه شد، منتها حالا در مرحله در واقع تجدید نظر هست و رقم بسیار رقم هنگفتی بابت جابجایی بیش از 100 میلیارد دلار پول برای ایران. اما شرایط کنونی ترکیه به نظر کمی متفاوته. خب خود ترکیه یه تعارض سیاسی با آمریکا داره و که این اثر بسیار شدیدی روی اقتصادش داشته، یعنی با تحریم دو تا وزیر و دو تا کالای صادراتی نرخ اکسچنج ریت، نرخ برابری لیر به دلار در فاصله کمتر از دو ماه تقریبا در واقع نصف شد ارزش لیر نسبت به دلار، و تورمی که الان آخرین آمار دو سه روز پیش اعلام شد به 25% رسیده از 2001 به بعد که اصلاحات اقتصادی در ترکیه انجام شد، این بی سابقه است. مجموع این شرایط به نظر میاد که حداقل بخش رسمی اقتصاد ترکیه احتیاط بیشتری بکنه برای اینکه بخواد با ایران مبادله بکنه در حوزه‌های مثل خرید گاز و نفت، همینطور که مقامات سیاسی ترکیه اعلام می‌کنن به دلیل مسائل جغرافیایی در واقع شاید چاره دیگه‌ای نباشه که معافیت هم اعطا شده به این حوزه. اما بخش غیر رسمی و انتقال ارز و طلا به نظر با توجه به مرزهای جغرافیایی ایران و ترکیه و سابقهش کماکان فعال خواهد بود، شاید یکی از کریدورهایی باشه که در واقع تامین اسکناس دلار و تامین طلا در واقع انجام بشه به صورت چمدانی و به صورت در واقع پاش. و آقای آذرمی از طرف دیگه آیا ایران ظرف این مدتی که به هر حال با مشکلاتی مثل بابک زنجانی روبرو بوده سازوکاری پیدا کرده که بتونه پولشو پس بگیره از این کسایی که واسطه هستند، یا هنوز چنین سازوکاری در ایران وجود نداره؟ ببینید وقتی که شما وارد کانال غیر رسمی میشید به خصوص در خصوص انتقال پول، همینطور که مهمان دیگر برنامه اشاره کردن، ریسک معاملات بسیار بالا میده. دو مدل ریسک داریم، یکی این هست که این پول بلوکه بشه، شناسایی بشه توسط آمریکا،
یا اینکه این پول اصلا بر نگرده. بنابراین وقتی شما وارد کانال غیر رسمی و کانال قاچاق میشید برای در واقع اینکه بخواید انتقال پول رو انجام بدید، مطمئناً ریسک بیشتری رو میپذیرید. این ریسک بیشتر در واقع منجر میشه به هزینه مبادله بالاتر. در دوره قبل بازرگانان اعلام میکردن که فقط هزینه مبادله، یعنی اینکه واردات کالا رو انجام بدن، از نظر هزینه ها 40-50% افزایش پیدا کرده. حالا اینکه کالا محدود هست و باید از جای محدودی خریداری بشه، قیمت ارز خودش افزایش پیدا کرده، اینها همه بکنار. اینها همه هزینه هایی هست که به در واقع اقتصاد تحمیل میشه توی زنجیره. آقای فرهادی، بحث ریسک ها کردن آقایون، یک مشکلی که وجود داره این هستش که ریسک برای کشورهای همسایه ایران هم خیلی بالا رفته. مثلا الان افغانستان دچار مشکلاتی شده با توجه به اینکه مثلا راهش به دریای آزاد از طریق ایران بوده و قصدش این بوده که از چابهار برای مبادلاتش با هند استفاده بکنه. چقدر الان آمریکایی ها آماده هستند که با افغانستان، کشوری که به هر حال به نوعی متحدند به دولتش، برای کمک به این کشور راه بیان سر این قضایا؟ من فکر میکنم که آمریکایی ها حالت حساس افغانستان رو خیلی درک میکنند و یک معاون وزارت خارجه آمریکا دو روز قبل در کابل بود و روی همین موضوعات با حکومت افغانستان داخل مذاکرات شده بود و آمریکایی ها میدونند که افغانستان یک کشور مهاد و خشک است و باید هست که راه چابهار که این بندر تازه ای است که با مشارکت ایران و هند در جنوب ایران ساخته شده، این باز بماند. آمریکایی ها اینو هم میدونند که یک مقدار نفت از ایران به افغانستان میآید و واردات ایران در سال گذشته تقریبا به 3 میلیارد دلار رسیده است در افغانستان. چون روابط افغانستان و پاکستان تیره شده است، واردات از پاکستان کم شده است و از ایران زیاد یافته است. همه این موضوعات برای آمریکایی ها معلوم هستند و در قسمت افغانستان فکر میکنم که حالتی خواهد بود که بعد چیزها رو آمریکایی‌ها قبول خواهند کرد، یعنی چشم پوشی میکنن، در حالی که مثلا در مورد عراق این کارو نکردن. در مورد عراق هم امکان دارد که حالت به جایی بکشد که عراق به حیث یک کشور آزاد تصمیم خودش رو بگیرد و آمریکایی‌ها فعلا کمکشون به عراق اون به اون پیمانه نیست که عراق رو بتونن مجبور بکنن که چی جوری پیش بره در معاملاتش با ایران. فکر میکنم که در مورد چین همچنان، چین چند روز پیش اعلان کرد که ما نفت ایرانی دیگر نمیخریم، ولی این یک استراتژی جزء مذاکرات تجاریشان است با آمریکا و بعداً اینو هم چینی ها باعث یک آله استفاده می کنند در مذاکراتشان با آمریکا که هر دقیقه می تونند دوباره نفت ایرانی خریداری کنند با یوان چینی و با بدون این که کمپانی های ترانسپورتی بین المللی ریسکی بگیرن، خود چینی ها میتونن که ترانسپورتش هم به عهده بگیرن. در حقیقت مسئله تحریم های ایران یک مسئله مذاکرات شده بین آمریکا و یک تعداد زیاد کشورها. مثلا ببینید ایتالیا و که جای دور است و یگانه کشور اروپایی است که در این تحریم ها شریک نیست، یعنی یک ویور دارد. بله، البته یونان هم هست، یونان و ایتالیا. بله. و اینها نشون میده که آمریکایی ها در این تحریم، اگر در اطلاعات عامه گفتند که این تحریم خیلی جدی است، ولی آقای ترامپ بالاخره خودش یک بزنسمن است و میدوند که کشورهای مختلف با ایران بزنس خودشونو دارن و اگر این کشورها بتوانند که واشنگتن رو معتقد بسازند که بزنسشان با ایران برایشان خیلی مهم است، برایشان یک ویور داده شده. این ویور شما دوام کنند.
اجازه بدید من اینو از آقای علوی بپرسم. آقای علوی، صحبت‌های دو وزیر کابینه آقای ترامپ این بود که به شدت این دوره تحریم‌ها سختگیرانه‌تر از دوره‌های قبلی هست و خیلی متفاوت هست، ولی الان آقای فرهادی چیز دیگری میگن، میگن به هر حال ترامپ بیزنسمن، ممکنه در مواقعی کوتاه بیاد. نظرتون چیه شما؟ فکر میکنید که این دوره واقعا سخت‌تر از دوره پیشین هست یا نه با توجه به اینکه بسیاری از کشورها ممکنه پشت ایران بایستن راحت‌تر به ایران بگذره؟ خب این دو تا نکته همدیگر نقض نمی‌کنن. هم دوران سخت‌تر خواهد بود، ولی خب طبیعتاً دولت آمریکا همونطور که نشون داده مثل دفعه قبلم خب یه فلکسیبیلیتی به اصطلاح نشون داده که در واقع طبق توافقاتش با این کشورهای دیگه ویورهای صادر شده. ولی بعد بدونید که خب ویور شرطش چیه؟ اینی که این کشورها بسا توافق کردن که خرید نفتشون رو از ایران شدیداً کم بکنن. از اون طرف هم یه سری حقایق سیاسی هم که خب وجود داره، مانند همین موضوع چابهار که به اصطلاح جزء این استراتژی یا به اصطلاح راهبرد آمریکاست که هم به اصطلاح امنیت افغانستان رو بخوان تضمین کنن و اینکه زمینا به اصطلاح پافشاری کنن روی پاکستان که جزء به اصطلاح سیاست‌های جدید این دولت جدید آمریکاست. بلکه به سوال اولتون برگردیم، این موضوع ببینید کشورهایی که در دوران قبل کمک کردن که ایران بتونه به اصطلاح دور بزنه از تحریما، خودشون یا دچار به اصطلاح مجازات از طرف آمریکایی‌ها تحریم شدن و یه زمانی بود شاید میشه گفت 15 یا 20 سال پیش که کشورهای در به اصطلاح منطقه ایران چه در خلیج فارس یا در آسیا میانه کمک میکردن که به اصطلاح ایران بتونه از دور تحریما بگذاره، ولی حتی فرهنگ به اصطلاح کامپلاینس یا به اصطلاح رعایت قوانین آمریکا در این کشورام داره پا میگیره و خب این خیلی فشار رو طبیعتاً بیشتر میکنه. متشکرم. یعنی چیه که مثلا برفرض بانک‌ها در آسیا میانه یا مثلا کشورهای خلیج فارس، اونا هم به اصطلاح پیرو سیستم‌های روندهای به اصطلاح آمریکایی هستن، در واقع رفتارشون با اینکه قانون ممکنه لزوماً بهشون تعلق نگیره، باز همون رفتار دارن که خیلی از بانک های آمریکایی دارن، بلکه ممکنه سختگیرتر هم باشن. بله، بسیار متشکرم از شما آقای علوی، آقای آذرمی و آقای فرهادی، متشکرم که در این بحث شرکت کردید. ممنون از شما که با این صفحه دو همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شماست، bbcpersian.com/2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجددا ببینید. لینک برنامه در توییتر منتشر میشه، شناسه توییتر ما هست @bbcpage2. اگر علاقمند هستید پادکست برنامه رو بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی و عدد 2 مشترک پادکست برنامه بشید. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم قرار میگیره، facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب و روزتون خوش.